قطعه 88 بهشت زهرا. کسانی که همین دیروز همواره نامشان به گوش و زبانمان آشنا بود و از قضای روزگار امروز بر سر مزارشان با چشمانی متعجب شهرتشان را بر روی سنگ قبر نظاره گریم. ما مسافریم، مسافر. این قطعه برای تمام دهه های سنی سرشار از خاطره و نوستالژیست. یادی میکنیم ازش، یه فاتحه میکنیم. ما رو براتون شناخته شدن خیلی. نوذری، خسرو شکیبایی. سلام، حال همه ما خوب است. در مزار کی هستین شما؟ من جوهرچی، با اون سریالی که با سریا قاسمی بازی کرد معروف شد، بازیش خیلی دوست داشتم. سلام بچه. پیمان عبدی بود که خیلی دلم برای سوخت. پیمان عبدی، خدا بیامرزتش. من اومدم اینجا که همینجور که ملاحظه میکنین از بچه های خوب ایرانی دارم استفاده میکنم تا بتونم هر کاری هم که میکنم به اسم ایران تموم بشه. مرتضی پاشایی. میدونی حالم این روزا بد ترسم هست، آخه هر کاری کسی این دل ساده من رو شکست، خول بده که تو. واقعا بعضی ها سنگ تمام گذاشته بودند، سنگ قبرهای جالبی که از نوع طرح بعضی از آنها می شود هنر فردا رمیده در آن را تشخیص داد. هنگام گذر از قطعه هنرمندان، افرادی هم دیده می شوند که برای زنده نگه داشتن خاطرات هنرمند محبوبشان یا شاید هم کسب درآمد بساط کردند. این قطعه به پیشنهاد هنرمندان در سال 1373 گشایش یافت و نخستین هنرمندی که در این قطعه آرامید فرزند ملک و شعرای بهار است. قریب به 1000 نفر از بزرگان، هنرمندان، مشاهیر و مفاخر این سرزمین در این قطعه آرام گرفتن. در دل این خاک کسانی خوابیدن که یک روزی برای خود منزلتی داشتن و خوشا به حالشان که هنوز هم دارن. ای کاش همیشه این را برای خود یادآوری کنیم. انا لله و انا الیه راجعون.